خب بذار ببینم صداش درسته. نشستن تصمیم گرفتن اون اوکراین بگیره، اون تایوان بگیره، اینم بیاد سمت ایران. خب الان میخوام اینو کامل پخش بکنم، همین الان اومده. آقا ما الان، یعنی من لایو گذاشته بودم در مورد همین اوکراین و اوکراین و اینا، لینکش در همین بالای سر من الان میاد. گفتم بریم دنبال زندگی بود دیگه، تمام شد. یه دفعه با آقای احمدی نژاد یک پرپکانی جدید زده، حالا در مورد خطاب به مثلا پوتین و موتین. حالا میخوام الان کامل گوش بکنم ببینیم چی گفته. اینا رو هم اینجا برای قشنگی گذاشتم. البته یه چیزی بگم، مطالبی که ایشون میگه رو زیاد جدی نگیرید. حالا من در این یوتیوبی که این بالا میاد اونجا به طور مفصل درباره مطالبی که ایشون میگه چند ساعت دیگه میام صحبت میکنم. حالا کسایی که مثلا برای سرچ اومدن فقط همینو ببینن، که من استاپ نمیکنم، فقط همینو ببینن برن دنبال زندگیشون دیگه، من مزاحم اونا نمیشم. یک دو سه بزنم اولش رستی. خطاب پیام احمدی نژاد به سران اوکراین و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. بدون تردید حمله و تجاوز روسیه به اوکراین حادثه بزرگ و مقدمه حوادث بزرگتر. اینجا باید برای چندمین بار و به طور صریح حمله و تجاوز روسیه به اوکراین رو به شدت محکوم کنم. قبلا درباره توطئه تغییر نقشه سیاسی جهان توسط آمریکا و روسیه و چین مطالبی رو خدمتون عرض کردم. این سه کشور در یک هماهنگی طراحی کردن که مجدد سلطه خودشون رو بر جهان تثبیت کنن. یعنی موج گسترده انسانی، بیداری انسانی که آغاز شده، اینها به وحشت افتاد. دم به زودی این موج از رونه عبور میکن. شستن تصمیم گرفتن اون اوکراین رو بگیره، اون تایوان رو بگیره، این هم بیاد سمت ایران. یعنی مهمترین دغدغه خودشون رو برطرف کنن، ضمناً مسلط بشن. حالا تو ذهنمون اگر جهان رو مرور بکنی این اتفاق بیفته، دیگه جایی نیست کسی حرف بزنه به این. امروز و خوشبختانه حضور حماسی و مقاومت قهرمانانه مردم اوکراین اجرای اون توطئه و مراحل تکمیلی اون علیه ملت‌ها رو با موانع جدی مواجه کرد. خوردن به ما. ملت بزرگ ایران با تحسین مقاومت شرافتمندانه ملت اوکراین در برابر تجاوز و اشغالگری در کنار اونها خواهد ایستاد. تردید ندارم که مردم روسیه هم با این جنگ توسعه طلبانه و ضد انسانی مخالفند. هر نوع بهانه تراشیدن برای توجیه جنگ، تجاوز و کشتار مردم اوکراین از جهت انسانی و اخلاقی به شدت محکوم و به عنوان مشارکت و حمایت از جنایت جنگی و نسل کشی به سمت خواهد رسید. طراحی و هماهنگی آمریکا، روسیه و چین در برنامه حمله به اوکراین با تصور سقوط زودهنگام آن کشور و سپس تجاوز چین به تایوان و آمریکا به ایران از دید ملت‌های مستقل محکوم. عناصر اصلی سران اروپا با اطلاع از این طراحی ضد بشری به دلایل تاریخی و همچنین آثار عمیق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ناشی از اون از این طرح ناراضی بودند. اما متاسفانه از سر ضعف و ناتوانی در این مسئله مثل بسیاری از مسائل دیگه دون شأن قاره مهم اروپا و ملت‌های فهیم و آزادیخواه اروپایی خودشون رو تسلیم و سرسپرده آمریکایی‌ها کرد.
این تجاوز نشون داد که اگر اروپا به مسیر منطقی حقوقی انسانی و نظم عقلانی برنگردد، سرنوشت بسیار تلخی میتواند در انتظار اونها باشد و شرایط جبران ناپذیری به وجود آید. مردم فهیم و آزادیخواه اروپا به همراه مردم آمریکا و چین و روسیه باید همگام با همه ملت‌های جهان با ایجاد موج عظیم ملی و جهانی با ایستادگی در برابر این تجاوز نشان دهند که دوران زیاده خواهی، جنگ افروزی و سلطه طلبی به پایان رسیده است. از اونجا که طرح مشترک آمریکایی، روسی، چینی در تجاوز به اوکراین مطابق انتظار اونها پیش نرفته است، دولت آمریکا ناچار شده است متناسب با خواست مردم آمریکا و سایر ملت‌ها و برای فریبکاری و تبرئه خود دست به اقداماتی بزند. سران اروپا باید این فرصت را غنیمت بشمارند و در جهت انجام مسئولیت‌های اخلاقی و انسانی و نیز وظایف قانونی خود در قبال ملل اروپایی و همه ملت‌های جهان برای برپایی عدالت و محو مظاهر شیطانی به پا خیزند و به مسئولیت تاریخی خود به ویژه در قبال خون‌های ده‌ها میلیون افراد بیگناهی که در خلال جنگ‌های اول و دوم به زمین ریخته است عمل کنند. آنان بدانند که جنگ سوم جهانی دندان طمعی است که ابلیس به انسان‌ها نشان می‌دهد. با بیداری انسانی و همبستگی جهانی چنین اتفاق شومی نخواهد افتاد و موج عظیم آگاهی، آزادی، عشق و صلح به زودی زمین را از لوس وجود شیطان‌های انسان نما پاک خواهد کرد. تجاوز آشکار روسیه به اوکراین و تحمیل جنگی نابرابر و ناجوان مردانه به مردان، زنان، خردسالان و سالخوردگان اوکراینی نشان داد که نظم موجود بین الملل برای تضمین امنیت و حفاظت از جان مردم و صیانت از حقوق بشر ناتوان است. نشان داد که ادعای لیبرال دموکراسی آمریکایی جز پوششی بر تمامیت خواهی سرمایه‌داری افسار گسیخته نیست. از این رو باید مقاومت قهرمانانه ملت شریف اوکراین در بستر بیداری و حمایت مردم سراسر جهان را به فرصتی بزرگ برای تغییر در معادلات قدرت و تحول در سازوکارهای بین المللی در جهت ارزش‌گذاری به کرامت و تعالی انسان و منشور جهانی حقوق بشر و تضمین صلح و همزیستی مسالمت آمیز جهانی تبدیل کرد. این تجاوز سراسر محکوم نه تنها ظلمی آشکار به ملت اوکراین، بلکه خدشه اساسی به اعتبار ملت بزرگ روسیه و خلل جدی به آینده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این کشور است. به کارگیری سیاست‌های ضد بشری و اعمال استبداد و دیکتاتوری و تحمیل یک جنگ خانمان برانداز، ستمی سنگین و خسارتی جبران ناپذیر برای هر دو ملت است و البته آثار آن در دراز مدت برای مردم روسیه زیانبارتر است. من از آقای پوتین میخواهم که هرچه زودتر به جنگ و تجاوز خاتمه دهد و مانع از آن شود که نام او در عداد جنایتکاران بزرگ تاریخ ثبت شود و مورد لعن و نفرین تاریخی مردم جهان قرار گیرد. سعادت ملت بزرگ روسیه در توسعه آزادی‌های همه جانبه آنان و برقراری دموکراسی واقعی، رشد و پیشرفت کشور و توسعه مناسبات با همه ملت‌های جهان است. هزینه کرد سنگین برای تولید سلاح کشتار جمعی و نوآوری در جنگ افزارهای مرگبارتر و ادامه دادن سیاست‌های شیطانی در رقابت‌های تسلیحاتی که با صرف منابع عظیم آن کشور و به قیمت توقف در جریان زندگی و رفاه مردم و عقب ماندگی آنان صورت می‌پذیرد،
افق آینده آن کشور و ملت بزرگ را تیره می‌سازد. همچنان که داعیه بازگشت به امپراتوری تزاری و یا کمونیستی برخلاف مصالح آن ملت بزرگ و همه مردم جهان است. چنین داعیه‌ای یک خیال پردازی تمامیت خواهانه بیش نیست و هرگز قابلیت تحقق ندارد. جهان امروز و فرداهای روشنتر بشریت دیگر هرگز به سیاست‌های شیطانی برای انحصار قدرت و ثروت در دست اقلیتی حاکم بر جهان تن نخواهد داد. ملت برجسته روسیه نمی‌تواند به قدرت سلاح و توان آدمکشی و جنایت افتخار کند. آنان مثل همه ملت‌های جهان در آرزوی نقش‌آفرینی هرچه بیشتر برای توسعه صلح و همزیستی بین اقوام و ملت‌های مختلف در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی اند و سعادت خود را در دنیای سراسر دوستی، صلح و همکاری و برخوردار از زندگی بهتر می‌جویند. امیدوارم مردم عزیز روسیه که من اونها رو خواهران و برادران خود می‌دانم در جهت توقف عرابه جنگ و کشتار و تجاوز و جنایت همه تلاش خود را به عمل آورند. ملت ایران با سابقه دیرینه و درخشان و بر اساس میراث تابناک تاریخی و نام نیکش در پاسداشت حقوق بشر و در پیروی از اسوه الهی پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و در پایبندی به مفاد منشور حقوق بشر رهبر تاریخی و جاودانی خود کوروش کبیر، ضمن محکومیت صریح جنگ و تجاوز به سرزمین کشور مستقل اوکراین، هیچ بهانه‌ای را برای این اقدام ضد انسانی نمی‌پذیرم. ملت بزرگ ایران که در اعماق تاریخ و در دهه‌ها و سده‌های گذشته زخم‌های عمیق از جنگ و تجاوز و اشغال سرزمین خود را تجربه کرده است، به پشتوانه باورهای راستین به آزادی و عدالت و دلبستگی به ارزش‌های والای اخلاقی و تعظیم عواطف و احساسات پاک انسانی و تکریم شرافت ذاتی ابنای بشر از هر قوم و نژاد و رنگ و زبان و مذهب و دین، در این تجاوز آشکار در کنار مردم مظلوم اوکراین ایستاده است. ملت ایران حضور و مقاومت حماسی آنان را ارج می‌نهد و برای پیروزی آنها در برابر متجاوزان دعا می‌کند. ملت ایران از خدا می‌خواهد که جاه طلبان را از ادامه سیاست‌های توسعه طلبانه باز داشته و با پایان یافتن جنگ جریان شیرین زندگی را بین همه مردمان جهان و از جمله دو ملت بزرگ اوکراین و روسیه هرچه بیشتر جاری سازد. در پایان یک بار دیگر مقاومت ملت، رئیس جمهور زلنسکی و سایر مقامات دلسوز اوکراین را تعظیم می‌کنم و دوستی و دعای ملت ایران را به یکایک آنان ابلاغ می‌نمایم. و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. السلام علیکم و رحمت الله. خب یه نکته جالبی ایشون گفت، من باهاش موافقم، اونم این که اون نکته این بود که مردم، گفت مردم برجسته اوکراین روسیه، مردم برجسته روسیه، این خیلی نکته درستی بود. باور نمی کنید برید ببینید تو سایت های مختلف، ولی بعد با فیلتر شکن برید ببینید. مطالبی که ایشون گفت همش تکراری بود، راستشو بخواید قابل توضیح و این چیزا نیستش. فعلا همین برید بخوابید.